Radio. چالش برانگیزترین برای شعبه لباس ها اینه که واکارهایی که انجام میدن توجه بینندگان رو به خود جلب کنن و داستان سرای جذاب چیزی که از اونها یه شعبه لباس عالی میسازه. سلام، به برنامه امروز ما خوش اومدید. ما امروز رازهای پشت پرده معروفترین ترفندهای گات تالنت رو فاش خواهیم کرد. پس بیاین شروع کنیم. ترفند مرد شناور دنی ولورتون که در دنیا شناخته شده است در برنامه گات تالنت امتیاز ویژه‌ای رو به خاطر اجرای شناور شدن دریافت کرد. برخلاف اجراهای شناور که در خیابان دیدیم، این اولین اجرای روی صحنه است که تو اون شعبده باز در حال راه رفتن اون رو اجرا میکنه. تو طول اجرا برای شوک و هیجان در حالی که حقه معلق بودن رو اجرا کرد، یه آواز معروف محلی هم خوند و فقط با دست چپش عصای چوبی رو گرفته بود و بعد برای پایان دادن به اجرای شگفت انگیز خودش از این حالت بیرون اومد. خب اون چطور تمام بدن خودش رو بین زمین و هوا بدون هیچ پشتیبانی قابل رؤیتی معلق کرد؟ خب بیاین راز این کار رو با هم تماشا کنیم. این اجرای معلق شدن با اونا که تو خیابون دیدیم بسیار متفاوته. اونا که تو خیابون اجرا میشه داره پایی با صفحه فلزیه و مینه که اجرا کننده روی اون میشینه و اونو با لباس خودش میپوشونه، اما اینجا تو صحنه ما هیچ پایی نمیبینیم و ما دقیقا میتونیم ببینیم که اون روی صحنه راه میره. ناگهان اون زانوهاشو خم میکنه و کل بدن اون موازی با زمین معلق میمونه که بدیهی یه انسان نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. پس کاملا واضحه که اینجا یه ترفندی وجود داره. اگه دقت کرده باشیم وقتی اون به صحنه اومد یه چوب تو دستش داشت، چیزی که اون رو روی زمین نگه میداره. اون میسته و چوب رو دستش میگیره، چون هم داخل سوراخ روی زمین میره، دستش رو بالای اون قرار میده و چوب زیر آستینش به یه تکیگاه فلزی از آستین تا پشتش ادامه داره وصل میشه و چوبم تو سوراخ روی زمین که زیر حصیر پنهونه محکم میشه و بدن اونو بین زمین و هوا معلق نگه میداره. یه تکیگاه محکم هم پشت اون وجود داره و به اون این امکان رو میده که تو هوا بشینه و تو این تصویر بیشتر واضحه. و در آخر چوب رو شل کرده روی پاهای خودش میسته و همه تماشاگر رو شگفت زده میکنه. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. پیشنهادات خود رو کامنت کنین. از تماشای این ویدیو متشکریم.